همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان. درود به همیهنان ارجمند و درود به یاران و همراهان گرامی برنامه های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های هویت اجالتاً تحت پوشش حکومت آخوندی و تفکر آخوندی، و درود فراوان به یاران و همراهان رسانه میهن تیوی و سپاس همیشگی از زحمات بسیار آنان برای شکافتن دیوارهای ظلمت، دیوارهای مسموم و زهرآلودی تفکر آخوندی و استبداد دینی حاکم بر ایران. 76 برنامه رو پشت سر گذاشتیم. در منزلگاه 77 هستیم تا بتوانیم شناختی بیشتر از مشکل عظیم تاریخی که پیش روی ماست داشته باشیم، یعنی شناخت هویت ملی و اینکه بدون این هویت ملی ما بازیچه حکومت پلید و سیاه استبداد دینی هستیم. هفته گذشته دوران شاه عباس موسوم به کبیر رو پشت سر گذاشتیم، البته به اختصار، و دیدیم که چه خبر بود در حکومت بزرگترین قله حکومت صفویان. از آدمخواران سخن گفتیم، کسانی که زنده زنده محکومین رو در دربار شاه عباس می دریدند و این سنت از زمان شاه اسماعیل باب شده بود، و نیز کشتن فرزندان خودش رو، دو پسر رو کور کرد و یکی رو سر برید تا بتواند با قدرت تمام به نام ذل‌الله و به نام شاهی که در آغاز صدر اول یعنی نماینده امام زمان خودش بود، بعد اون رو به کناری گذاشت. و خلاصه بسیار ماجراها، سرکوبها، لشکرگشی ها، حرم مبارک، مباه کردن نوامیس مردم، زنان شوهردار، بر خود سال یک بار، بازم تاکید میکنم کتاب ارزشمند تنبارگی در عصر صفویه نوشته خانم روحی رو حتما بخوانید. کتاب بسیار ارزشمندی است که نشان میدهد چقدر ما از تاریخ خودمون بیخبر بودیم. بعد از شاه عباس من به سراغ یکی دیگر از پادشاهان صفوی رفتم در ادامه صحبت، چون عصر صفوی من تاکید میکنم در رابطه با هویت ملی یکی از مهمترین دورانهای تاریخ ایران. سیلاب آخوند رو صفویان وارد ایران کردند. تشیع رو من بارها گفتم، بازم تاکید میکنم، تخم و ترکه شیخ صفی‌الدین اردبیلی با کمک مغلها و تیموریان بر ایران آوار کردند. تشیع که الان ما زیر بارش هستیم. خروارها حدیث دروغ و دغل رو آخوندهای عصر صفوی که از بزرگترین قله های تفکر آخوندی هستند بر ما آوار کردند. شاهان صفوی در عین کشتارهای وحشتناک، سربریدنها، تجاوزها، در عین حال نقطه اتکای اصلیشون هویت شیعه آخوندی بود که بر اونها خلاصه
ارائه شده بود از زمان شیخ صفی، بعد از زمان شاه اسماعیل صحبتشو کردیم و من تاکید میکنم حتما خودتون بیشتر در این زمینه بخوانید. توجه بکنید که عصر ما عصری است که ما راحت میتونیم به منابع دسترسی داشته باشیم، کسی نمیتونه دروغ بگه. یکی از دوستان از رفرانس و خلاصه نمونه ها صحبت میکرد، گفتم کدام ابلهی است که الان بخواد سند دروغ ارائه بکنه؟ با یک کلیک روی اینترنت شما دسترسی به منبع پیدا خواهید کرد و مشخص خواهد شد که این سند راست یا دروغ. بنابراین میشه رفت و دید. بعد از شاه عباس کبیر، داخل پرانتز، من در تاریخ ایران دو پادشاه رو شایسته این نام میدونم. یکی کوروش هست، به دلیل صادر کردن شناسنامه ایران بر پهنه تاریخ و رفتارهای بسیار جوانمردانه‌ای که از او ثبت شده در تاریخ و کار کردش. دوم رضا شاه هست که این روزها خلاصه همه آت آشغال‌های مسموم به جامانده از فضاحت 22 بهمن 57 تیغ و تبر برداشتن و افتادن به جان استبداد رضا شاهی که بحث جداگانه است. یک تحلیل درست از دوران رضا شاه نمیدن، فقط تاکیدش اینه که آقا فرخی به زندان افتاد، عشقی رو کشتن، نمیدونم چه کردند و چه کردند که میشه اینها رو گفت، ولی هرگز وارد نمیشن که پرانتزی که در عصر رضا شاه باز شد در تاریخ ایران وجود نداره. رضا شاه، من اشاره میکنم تاریکی ها و روشنایی ها، باید رفت تاریکی ها رو دید، بیرحمانه به نقد کشید، ولی روشنایی ها رو و ورود ایران به عصر مدرن و جهانی که خلاصه رو به روشنایی میرفت قابل انکار نیست. این رو ما نمی بینیم که ایران احمدشاهی موقعی که رضا شاه اومد چه بود. چسبیدیم اینکه آقا مشروطیت رو رضا شاه به غارت برد، که مزخرفه. مشروطیت رو به نظر من نجات داد، بهترین دستاندرکاران مشروطیت بازماندگانشون مثل فروغی، مثل تیمورتاش، مثل داور در کنار رضا شاه بودن، اگرچه برخی بعدها قربانی شدن. بگذارم، من دوره شاه عباس رو که پشت سر گذاشتم، رفتم به سراغ شاه صفی، جانشین شاه عباس، که پدرش یعنی فرزند شاه عباس به دست پدر یعنی شاه عباس به دستور سر بریده شد. بنابراین نوه شاه عباس یعنی شاه صفی به حکومت رسید. این شاه صفی شاه بسیار عجیبی است. من همینجا تاکید میکنم اگر ما در کنار تاریخ به عرصه روانشناسی برویم، پادشاهان صفوی از زمره پادشاهان صفوی شاه اسماعیل اول و بعد شاه اسماعیل دوم که بعد از به اصطلاح شاه طهماسب به حکومت رسید، شاه عباس و شاه صفی هر چهار تن به نظر من بیماران روانی بودند. وقتی کشتارهاشون رو نگاه میکنیم، کم یا زیاد، شما نگاه بکنید شاه اسماعیل دوم دست به کشتار گسترده تمام افراد خانواده خودش زد برای اینکه شرشون رو کم بکنه. انسانی که در قلعه قهقهه از 20 سالگی تا 40 سالگی اسیر و زندانی بود و برای تو این 20 سال هم معتاد شده بود، هم فشارهای مختلف بر اون وارد اومده بود و تبدیل شد به یک
جلاد که البته دیری نپایید و توسط پریخان خانم کشته شد، چنان که اشاره شد. شاه اسماعیل اول همینطور، پادشاهی که خودش رو خدا میدونست و این قزل باشا فریاد میزد اسماعیل و ولی الله جانشین خدا و بعدها خدا میدونست و در جنگ چالدران فهمید که چه خبره. وقتی کشتارهاش رو نگاه میکنیم، کشتارهای مردم ایران رو، 20,000 نفر در تبریز، حد اکثر 10,000 تا حد اقل گفتن در تبز، در شیراز شکم پاره کردن ها، به فحشا کشوندن ها، تجاوزات، یک بیمار روانی رو خلاصه نشانگره. شاه عباس، کسی که پسر خودش رو دستور سربریدن میده و دو تا پسرش رو کور میکنه، این انسان سالمی نیست. نباید رفت به دنبال این که نمیدونم تجارت رو روش داد چه کرد و چه کرد. و پس از او شاه صفی جانشین، او یک جلاد بیرحمی است که واقعا وقتی دوره اون رو آدم نگاه میکنه، دوره کشتارها، دوره شورشها، دوره سربریدنها، دوره‌ای که 40 تن از زنان حرم رو دستور داد زنده به گور کردن، این اسناد وجود داره. دوره‌ای که همسر محبوب خودش رو در حال مستی با خنجر شکمش رو پاره کرد. تأکید میکنم شاه صفی رو بخوانیم نه به خاطر خلاصه خواندن یک سری جنایات، بلکه شناخت این که این حضرات که بودند. و من تأکید میکنم اینجا یک لایه پنهان هم میهنان گرامی برجمند، چیزهایی که در تاریخ ما به دنبال کشفش نمیریم و آخوندها پنهان میکنند. باید رفت به دنبال این لایه تاریک و پرده رو به کنار زد که از زمان شاه اسماعیل تا زمان شاه صفی و تا پایان کار در کنار این جلادان خونریز و بیرحمی که مال و جان و ناموس مردم ایران رو پایمال کرده بودند و میراث ننگینی رو بر جای گذاشتند که حکومت آخوندهای کنونی از درونش در اومد، در کنار اونها چه کسانی، چه بزرگانی، چه علمایی، چه فقهایی، چه شیوخی با ریش و پشم و عمامه و عبا ایستاده بودند و بر تمام این جنایات سهم میگذاشتند. اگر هم شما سندی میبینید که فلان ملا مثلا با فلان شاه برتافت، برید تحقیق بکنید. اینها در کنار کسانی مثل شاه صفی، مثل شاه عباس، مثل شاه اسماعیل، مثل شاه طهماسب سفره پهن شده بود که بر این سفره اجساد ملت ایران، پیکرهای زن و مرد و دختر و پسر ایرانی، در حقیقت نهار و شام و صبحانه این جلادان بود. و متاسفانه ما خودمون پذیرفتیم این رو به دلیل بی‌هویتی. من فکر میکنم که اینجا باید از صحنه تاریخ، برای اینکه خودمون رو به نقد بکشیم در کنار آخوندها، باید برویم و تو صحنه ادبیات. ادبیات عمقی داره که برخی اوقات برای شناخت بسیار بسیار تیزتر از اسناد تاریخی به ما کمک میکنه. تو این زمینه به نظر من باید رفت سراغ ادبیات و من امروز فکر میکنم 2-3 قطعه کوتاه رو در این زمینه بخونم تا بدانید که چه خبر بوده. آخوندها کار خودشون رو کردن، شاهان صفوی کار خودشون رو کردن، ولی ما پذیرفتیم. نویسنده بزرگ روس و نویسنده بزرگ جهانی ماکسیم گورکی که من واقعا دوستش دارم و خیلی ازش آموختم، کسی که تا آخر عمر مثل جناب ابتهاج که میگه من هیچ وقت عضو حزب توده نبودم و یک سوسیالیست بودم و در این حال برای کربلا هم نوحه میسرود و تابوتش هم دارن با خلاصه
شکوه به خاک میسپارند، گورکی هم هیچ وقت عضو حزب کمونیست نشد، گرچه بزرگترین نویسنده روس بود و در سطح جهانی نیست، انسان بسیار بزرگی است. منتها تفاوت گورکی با ابتهاج این بود که گورکی واقعا یک سوسیالیست مردمگرا بود، جنگی در تمام عمرش و میراثی که به جا گذاشت هیچ آخوند و کشیشی نتوانست از اون سوء استفاده بکنه و در روزنامه‌هاش درج بکنه که ایشون فلان بودن و چنان بودن و کشک و پشم، بلکه به عنوان گنجینه ملت خودش، به عنوان گنجینه ادبی در گنج جهانی به جا موند. گورکی میگه که در یه سخنرانی که در سال 1916 کرده، هنوز صعود نکرده بود تزاریسم، میگه سه جور دوز ما داریم: دوز معمولی، دوز سیاسی، دوز مذهبی. و توضیح میده دوز معمولی کسی است که پول و کیف و جیب و ساعت و اینا رو میدوزه و میبره به خاطر سیر کردن شکم. دوزدان سیاسی کسانی هستند که آینده، آرزوها، رویاها، کار، زندگی، حق و حقوق، دسترنج، دستمزد، تحصیلات، اینها رو خلاصه میدوزدند. سرمایه های ملی رو میدوزدند، مالیات رو میدوزدند و شما رو بدبخت نگه میدارند. دوزدان مذهبی کسانی هستند که جرأت اندیشیدن رو از شما میگیرند، علم و دانش رو نابود میکنند، خرد رو نابود میکنند، جشن و شادمانی رو نابود میکنند، دارایی و مالتون رو میدوزدند و تازه چیزهایی به شما میفروشند مثل خدا، دین، بهشت، خرافات، جهل، غم، اندوه، سوگواری، و با سخنان فریبنده باغ بهشت رو به شما نشان میدن، دروغ میگن، میفریبند، سواری میگیرند، در فرومایگی و بدبختی شما رو نگه میدارند. این حرف گورکیست، خلاصه حرف گورکی. میگه ما، ولی تفاوت ها اینه که دزدان معمولی رو وقتی میان اونها شما رو انتخاب میکنن که جیبتون رو بدن، ولی دزدان سیاسی رو شما انتخاب میکنید و دزدان معمولی رو پلیس تحت تعقیب قرار میده، دستگیر میشه، شکنجه میشه، شلاق میخوره، ولی دزدان سیاسی و مذهبی هر دو توسط قانون حمایت میشن، توسط پلیس محافظت میشن، پست میگیرن، مقام میگیرن، ستم میکنن به شما نیز و از شما طلبگار هم هستن. ببینید، ما کسانی هستیم که دزدان مذهبی رو انتخاب کردیم. با آنها به قول گورکی میگه مکتب اونا رو انتخاب کردیم، با آنان ارج میگذاریم، بزرگشان میداریم. و مشکل اینجاست، یعنی در کنار آخوند و علما و شیوخ دوره صفوی، شاه عباس و شاه صفی ایستادن که میدارند و در کنار اونها ما نیز ایستادیم به عنوان متهم. مایی که دوز رو انتخاب کردیم، هویت آلوده‌ای رو که به ما ارائه کرده پذیرفتیم. و اینجا من از ماکسیم گورکی میروم به سراغ یکی دیگر از کسانی که به نظرم درست توضیح داده. ابوالحسن یغما جندری حدود 200 سال پیش یک شعر زیبایی داره به اسم شکار زخمی که شعر عاشقانه است، ولی من میخوام یکی دو بیت از این شعر بسیار زیبا رو، غزل عاشقانه رو، در این رابطه براتون بخونم. میگه منم آن شکار زخمی که فتادم به بندت، اگرم به خون کشانی نکشم سر از کمندت. شکار فرار میکنه، شکار حتی وقتی زخمی میشه اگه بتونه از دست صیاد در میره، ولی یغما برای عشق گفته، برای معشوق، ولی ما این رو بذاریم معشوق رو جای آخوند فاسد پست حریص، که وقتی که به بند اون افتادیم به دست خودمون، اگرم به خون کشانی، هر بلایی سر من بیاری، نکشم سر از کمندت. ابیات بعدی عاشقانه است، ولی با
باز بیتی از چلگام برگشایی ز پی شکار آهو، نه عجب که صید وحشی دود از پی سمندت. موقعی میخوای شکار بکنی، صید هست که دنبال صیاد میدود. این داستان ما آخونده. به من ار همی پسندی تو جفای ناپسندان، به خودان همی پسندم که همان بود پسندت. یعنی قرنها ما خلاصه آنچه رو پسندیدیم بر خود، آخوند بر ما میپسندید و بهش میگفتیم آقا رو ترش مکن چون بهشت رو به ما میدی، ما رو از جهنم راهی پیدا میکنی. و بیت آخر شعر، اگر فرو شد ارزان منشین ملولیم، اگر تو رو آرون ارزون بفروشه ملول منشین، که تو همچنان نیرزی به پشیزی ارخرندت. در مقابل تفکر آخوند، چیزایی که ارائه میکنه تو رو اگه بخرن بنزه پشیزم نمیارزی. یعنی هویت باخته کامل، کامل و کامل. و جالب اینه که خود این یغمایی که 200 سال قبل تقریبا مسجد و خانقاه و صوفی و ملا رو به ضرب میکوبید و این شعر رباعی معروف از اوز، حاجی و سید و ملا سه گروه عجبند، که به هر مرگ یکی زین سه بود قوقایی. مرز سمنان را یزدان ز کرم پاس کناد، که تو هم حاجی و هم سید و هم ملایی. برای یک آیت اللهی در سمنان سروده که میگه که هر کدوم از اینا میتونن پدر همه رو در بیارن، ولی تو هر سه رو داری. ولی جالب اینه که خود این یغما که تمام عمر رو علیه آخوند سرود، ولی باز هم این شاعر ارجمند و مبارز میبینیم که توی تفکر و هویت آخوندی انبوهی نوحه داره برای علی اکبر و حسین، برای عباس، برای اینها که برخی از نوحاشم از عصر جوانی خودم حفظم. در این ماتم خلیل از دیده خون بارید و آذر هم به داغ این ذبیح الله، یعنی امام حسین، مسلمان سخر کافر هم، یا شعر معروف میرسد خوشگب از شد فرات، اکبر من نوجوان اکبر من، سیلامی بکنه ایزاده چشم تر من نوجوان اکبر من، الاخر. یعنی با آخون می جنگه ولی توجه نداره که هویت آخوند رو، هویتی که آخوند داده، احترام میذاره، در حالی که پایه ها رو باید دید. یغما هرگز، یغما من واقعا بهش احترام میذارم به دو دلیل، چون از طرف هم شاعر بزرگی بود، هم ناقد بزرگی بود، هم از طرف پدر و مادر. من خودم به صورت پشت پنجم یغما هستم، ولی نرفته بود به اصل قضیه که اصلا چه ارتباطی داره خلاصه این ذبیح الله با ملت ایران، امام حسین یا علی اکبر، در حالی که در عصر یغما، عصر قاجار بود دیگه، از زمان فتحعلی‌شاه تا حدود ناصرالدین‌شاه زیست و پوست مردم کنده شده بود، شاهد بابی کشی بود، شاهد گردن زدن ها بود توسط امثال شفتی ها و خرافات و اینها، ولی پایه رو دست نمی زد، نمی رفت که در تاریخ ایران چه ربطی داره به بنده. یغما درباره امام حسین سرود، گفتم باید نقد بکنیم تاریخ ایران ببینیم، ولی درباره بابک نسرود، این شاعر بزرگی که بعد از عبید بزرگترین تنسرای سرزمین ماست و علیه آخوندها کوبیده، به خاکر خون کند شنگرف گوندم چرخ زنگاری، زنم نی مرد اگر خواهم از این زن قهبگان یاری، که البته شعرش امروز مورد نقده که میگه زنم نی مرد، باید میگفت ننا مردم اگر خواهم، برای که امروز ما فهمیدیم که زنان نیز گاه و در بسیاری اوقات دلاورتر از مردان می جنگند.
دوست داشتنی جمع، ولی باید نقد کرد. و 200 سال قبل هم انتظاری نداریم، ولی ما که 200 سال بعد از اون رو زندگی میکنیم باید به گورکی برسیم، و بیشتر از گورکی باید به شاعر بزرگ مکزیکی اکتاویو پاز برسیم، که وقتی من این شعر سنگ آفتاب شد که احمد میرعلایی ترجمه کرده بود و احمد میرعلایی رو در قصای زنجیره‌ای کشتند و به یاد این میفتم که جناب ابتهاج به عنوان یک شاعر نامدار چه موضعی گرفت برای بهشتی سرود و برای امام حسین سرود کربلایی است دلم، ولی اشاره ای نداشت به این مترجم بزرگی که مظلومانه کشته شد. برحال این شعر رو اون ترجمه کرد به اسم سنگ آفتاب، یک کتابه که وقتی که من برخی از ابیاتش رو هفته گذشته میخوندم بیاد هویت افتادم. میگه چه بهتر نان رسوایی را خوردن، چه بهتر زنا کردن در بسترهایی از خاکستر، چه بهتر عشق و تازیانه ای از چرم خام و هذیان پیچک زهرآلود، و لواطگری که به روی یقش به جای میخک تف میزند، چه بهتر سنگ و کاشی مستراهای عمومی شدن که تسلیم شدن به این ماشین، به این دولت، حکومت، تشکیلات، ایدئولوژی، مکتب. اینو تو پرانتز من دارم میگم. بعد اشاره میکنه که تسلیم شدن به این ماشین که شیره حیات را تلمبه میزند و خمیرازها بیرون میکشد و ابدیت را با ساعات بی‌حوصلگی تاخت میزند، از لحظه ها زندان می سازد، زمان را به پشیزهای مسین و گوه مجرد تبدیل می کند. این همین هویت جعلی است که فلج می کنه، بدتر از سنگ کاشی مستراهای عمومی، و شیره حیات و تفکر ما را تلمبه می زنه بی هویتی، و از لحظه ها زندان می سازد تا بریم تو سرمون بزنیم، سینه بزنیم، موقعی که خواهر و مادرمون رو به سیغ روی کشوندند، و هر ایرانی 250 گرم بیشتر نون نداره بخوره، ما به فکر این هستیم که نجات پیدا بکنیم و به بهش برویم، و فراموش می کنیم که چه بلایی بر سر ما آوردند. داستان هویت این هست، و من بعد اشاره خواهم کرد که نگهبانان این هویت کسانی بودند و هستند که هنوز تعدادشون جز مقدسین ما هستند، امثال مجلسی، امثال کرکی، امثال شیخ بهایی، امثال ملا صدرا، و ما نمی اندیشیم. و اما برای درک بیشتر برم سر ادامه بحث، بعد از شاه عباس نوه اون خلاصه بر تخت قدرت نشست، نوه‌ای که در حقیقت یک بیمار روانی کامل بود. حالا خواهیم رسید که چگونه این بیمار روانی بود و چرا بیمار روانی شد. شاه صفی وقتی که اسناد تاریخی رو خوشبختانه در دوره ما فراوانه، و به خصوص در مورد شاه صفی بسیار نوشتند، او در 19 ژانویه 1629 میلادی بر تخت سلطنت نشست، در 12 مه 1642 میلادی هم زحمت رو کم کرد و رفت، و خلاصه به تاریخ پیوست. جانشین شاه عباس یکم بود و سرانجام در کاشان درگذشت، و جالب اینه که در قم، در سرزمین آخوندخیز و در حرم فاطمه معصومه در قم دفن
سنگ قبر داره، خلاصه آیات قرآن و مورد حمایت هویت جعلی است، یعنی آخوند. اسم کاملش جالبه، ابوالمظفر، یعنی پدر پیروزی، شاه صفی، شاه پاکیزه شده، صفی ابن فیضی میرزا حسینی موسوی صفوی و بهادر خان. ایشون تخم و ترکه حسین هستند، حسینی هستند، موسوی هستند و اسامی دیگه هم داره، شاهزاده ابو نصیر، پدر پیروزی ها. و این بر تخت نشست، اسم پدرش که کشته شد محمد باقر میرزا بود که سرش رو به دستور شاه عباس بریدن، مادرش دلارام خانم بود، دین و مذهبش هم شیعه اثناعشری معتقد. القاب متعددی داشت، سلطان بر سلاطین که کشک است، یعنی او سلطان بر کشور خودش بود، خسرو کشور ستان، به دلیل جنگ های فراوان و شورش هایی که رخ داد کشور ستان بود که در عصر اون بخشی از ایران کردستان برای همیشه از دست رفت. نواب گیتی ستان، نواب گیتی ستان، ایشون گیتی ستان هم بودن، معنی گیتی رو که کل هستی است احتمالا نمی فهمیده. نور الله مرقده یا نور الله مرقده، مرقدش پر نور باد، مرشد کامل، اقدس، مقدس، خاقان، صاحب قران. این القاب یک جلاد خوناشام مریض، مریض روانی است که مدت ها بر ایران حکومت میکرد. ششمین پادشاه صفوی است. از زمانی که بر تخت نشست اروپا واقعا داشت ناقوس بیداری زده میشد، رنسانس، و از سال 1007 تا 1021 خورشیدی بر ایران حکومت کرد، یعنی حدود 4 قرن الان میگذره از حکومت کردن این جناب، 14 سال پادشاهی کرد. و جالب اینه که او نخستین شاهزاده است که به دستور شاه عباس در حرمسرای سلطنتی پرورش یافت. پرورش شاهزادگان در حرمسرا از زمان شاه عباس خلاصه باب شد، برای اینکه شاه عباس مثل همه قدرتمندان، ولی این ویژه بود، به هیچ وجه حاضر نبود که یک جو از قدرتش رو از دست بده. نه پدر میشناخت، اشاره کردم که سلطان محمد خداونده رو که نیمه کور بود و روشنایی رو میدید، وقتی که شورش کرد و خودش اونو برکنار کرد و بر تخت سلطنت نشست، دستور داد به طور کامل کورش بکنن تا شرش کنده بشه. این وضع پدرش. مادرش رو که خب در حرم جلوی چشماش کشته بودن و این طفل احتمالا ضربه شدیدی خورده. بعدش هم که بچه های خودش رو، دوتاشون مردن، پسراش، دوتاشون رو دستور داد کور کردن و یکی رو هم سر بریدن، پدر همین شاه صفی رو. برای که خیالش راحت بشه دستور داد که تمام شاهزادگان رو روانه حرمسرا بکنن و نیز به طور خاص دستور داد که این شاه صفی رو، شاه صفی بعدی رو، نوه خودش رو، برای اینکه مزاحم نباشه، خلاصه روز یک نخود تریاک بهش بدن، مشروب بهش بدن و یک معتاد کامل از او بسازن. حرمسرا در حقیقت با ورود شاهزادگان تبدیل شد به یکی از مراکز تصمیم گیری در دوره صفوی. و از یک طرف شاهزاده رو در درون حرمسرا خلاصه در بند همی داشتند، از طرف دیگه موجب شد که زنان حرمسرا در تصمیم گیری های سیاسی
از اون بعد حضوری مؤثر داشته باشن. یعنی چون شاهزاده اونجا پرورش پیدا میکرد، این داستان از زمان شاه اسماعیل شروع شد، ولی زمان شاه تماس اوج گرفت و بعد ورود شاهزادگان از دوره شاه عباس به حرمسرا این کار رو اوج دیگر بهش داد، به طوری که از زمان سلطان محمد خداونده زنان حرم این توانایی رو به دست آوردند که تصمیم بگیرند که کی شاه بشه کی شاه نشه، حتی بکشند. دوره پریخان خانم دیدیم که موفق شد برادر خودش رو بکشه و یکی دیگر رو به سر کار بیاره. یعنی ازن و نسل رو تا حد زیادی زنان حرم به دست گرفتند و شاه عباس متوجه این شد و تصمیم گرفت که این نهاد رو محدود بکنه، ولی موفق نشد. در حرم بجز زنان حرم خواجه سرایان نیز نقش داشتند و این گروه قدرتمند یعنی زنان و خواجه سرایان در عزل و نصب مثلا بزرگانی که از طرف شاه منصوب می شدند تأثیر زیادی داشتند. و خلاصه یک بخش مهمی است که میشه روش تحقیق کرد که نقش حرمسرا در خلاصه عصر شاه عباس. این شاه صفی نیز در چنین فضایی در حرم با تریاک با مشروب پرورش یافت. هیچ مسئولیت سیاسی در این دوران به عهده نداشت، برخلاف سنت قبلی که شاهزادگان برای اینکه بتوانند تجربه کسب کنند حاکمیت یک ولایت رو به اونها میدادند، به هیچ وجه این کار رو شاه عباس نکرد. فردی بود خشن و با خشونت پرورش یافت، در بیشتر اوقات مست و خلاصه لول بود و کشتارهاش وحشتناکه. وقتی که ما لیست کشتارهای این شاه رو جانشین شاه عباس رو میخوانیم واقعا حیرت میکنیم. در دوره شاه صفی بسیاری وقایع رخ داد و از کشتارهاش، از جنگهایی که با ازبک ها داشت، از شورشهای فراوانی که بیش از 10 شورش در سراسر ایران در دوره شاه صفی رخ داد که با خشونت بسیاری رو سرکوب کرد، و نیز مقوله بازرگانی که در دوره شاه صفی در حقیقت یک رقابت شدیدی بین دولت انگلستان و دولت هلند رواج داشت که نهایتاً هلندی ها در دوره شاه صفی این امکان رو یافتند که تجارت ایران به خصوص ابریشم رو در دست خودشون بگیرند. دوره کودکی این منابع خوشبختانه هم منابع داخلی هم منابع خارجی در این زمینه بسیاره. دوره کودکی و نوجوانی شاه صفی در حرمسرا گذشت. از 5 سالگی او رو بردن به حرم و در کنار مادرش و خواجه سراها خلاصه پرورش یافت. همونطوری که اشاره کردم روزی یک نخود تریاک به دستور شاه میدادن به شاه صفی، در کنارش مادرش میگن که داروی ضد سم به پسرش میداد تا مسموم نشه، و هنگامی که به تخت سلطنت نشست چنان خونسرد و خواب‌آلود و سوس بود که پزشکان گفتن برای اینکه از سستی تریاک رها بشه باید شراب بخوره، و او رو به شراب آورد و عیاشی و اینقدر در این کار جلو رفت که مورخان دولتی نیز برخی مفاسد او رو ذکر کردند، من جمله والی اصفهانی در کتاب آتش خلد برین حالات مستی شاه رو خلاصه تصویر کرده. جالب اینه که
وقتی که به تخت سلطنت نشست، هم آخوندها تایید کردند و هم شاعران دربار. من جمله سرودند: از دور ذاتش شد چو صدف دهر تهی، شاه عباس گرامی گوهر بحر نجف، از سر لطف و کرم کرد عطا پادشاهی، به گرامی گوهر نقد وجودش ایزد. و خلاصه کلی مدعی برای شاه صفی. و نکته جالب اینه که این جلاد که باید لیست جنایاتش رو واقعا دید و بررسی کرد، با کمک آخوندها و بزرگان همزمان بر تخت سلطنت نشست. و تأکید میکنم که این چنین افرادی رو اینجاست که باید دقت کرد. این چنین افرادی که جنایاتش رو نوشتند ولی ننوشتند که چه کسانی کمک کردند و مفتخر شدند تا این جناب رو بر تخت سلطنت بنشانند. در اسناد تعامل جناب شاه صفی رو با علمای شیعه، تبر علمای سنی که موقع وجود نداشتن دیگه، کسانی بودند علمای شیعه که حکومت نوپای شاه رو پایهاش رو سفت کردند و خلاصه کوشش کردند که این جلاد خوناشام بتواند پروبال خودش رو باز کنه. در روایت میرزا سمیعا، یکی از مورخان اون دوره، با وجود این که کوشش کرده اسم آخوندها رو نبره، میگه رسمیت یافتن جانشینی منوط به تایید جلسه وزیران و افراد صوفی. افراد صوفی با مسامع، در حقیقت آخوندهاست. و نکته ابهام‌آمیز جلسه فوق، حضور افراد صوفی و علما در این مجلس است. گروه غلامان گرجی تحت رهبری خسرو خان داروغه اصفهان و ابوالقاسم بیک ایواغلی و ایشیک آقاسی باشی حرم، با همکاری علمای شیعه به رهبری خاتم المجتهدین میر محمد باقر داماد، جناب میر داماد، زمینه پادشاهی وی را فراهم کرد. ببینید آخوند حواسش جمعه، ما غافلیم. جناب میرداماد که کلی نمیدونم بزرگ است و فیلسوف است و شاعر است و مهندس است و اینها، کسی است که پایه‌های سلطنت این شاه رو، ایشون خاتم المجتهدین هم بودند، یعنی ختم همه مجتهدین و سرور همه، در کنار شاه صفی ایستاده. کسی دیگر به نام خواجگی اصفهانی اشاره میکنه به حضور علما و فقهای شیعه در این مجلس، تعیین ساعت تاجگذاری و بر تخت نشستن شاه توسط علما و خواندن خطبه پادشاهی به واسطه فقهای شیعه روحانیون. در این زمان خلیفت الخلفا در این مراسم از آن روحانیت شیعه بود. وظیفه خواندن خطبه پادشاهی و گذاردن تاج بر سر پادشاه جدید را خلیفت الخلفا بر عهده داشت. از این روی نوعی مشروعیت بخشی نایب مرشد کامل به پادشاه جدید به حساب می آمد و شیخ الاسلام این وظیفه مهم را بر عهده گرفت. با این اقدام مشروعیت شاه جدید صفوی را علمای شیعه تایید و رسمیت می بخشیدند. مراسم تاجگذاری شب دوشنبه 4 جمادی الثانی سال 1038 هجری قمری در اصفهان برگزار شد. در این مراسم سلطان العلمای آملی کمر و شمشیر سلطنتی را به شاه صفی بستند و خاتم المجتهدین
امیر محمد باقر داماد به زبان فصیح خطبه شاهنشاهی رو خواندند. ببینید شیوخ این چنینند، ما پررنگشون نمی بینیم، ولی در کنار تمام جلادان به دبستونشون هم اینه، اون قدرت میده به اینها که بچاپند، هر کاری میخوان بکنن. برید زندگی اینها رو بخونید، ببینید که چه سلطنتی در کنار سلطنت شاهان صفوی داشتند. و نیز شاهان مشروعیت اجتماعی، مذهبی و سیاسیشون از آخوندهای زمان میگرفتند، برای اینکه هر کاری دلشون میخوان بکنن. فردای روز بر تخت نشستن شاه صفی مراسم دیگری برای تثبیت جایگاه و اعلام پادشاهی وی برگزار شد. در این مراسم روحانیون خاتم المجتهدین به عنوان برپا کنندگان این مراسم بودند. عجله در برگزاری دوباره مراسم نشان از شرایط ویژه آن دوران دارد. اجرای این مجلس نیز به دلیل وجه معنوی روحانیون بود. دو گروه فعال در این زمینه با احساس ترس از وقوع مخالفت‌های احتمالی و همچنین شورش در نقاط مختلف کشور، یعنی مدعیان قدرت، با برپایی این مراسم پادشاهی وی را تثبیت کردند. در همان روزهای جشن تاجگذاری سکه‌های طلای خالص به نام شاه صفی زده شد. ربایی هست در این زمینه، در چشم ستاره قدر مه کاسته شد، چون سکه به نام شاه پیراسته شد، درهم به سفید روی آراسته شد، دینار به سرخ روی افروخته شد. اولین حکم شاه صفی بعد از تاجگذاری خراب کرد نمودن تمام میخانه ها و از بین بردن خمره های شراب بود. و بعد از اینکه دستور خمره شکنی داد، در حکم های بعدی امرا و وزرا رو تعیین کرد. جالب اینه که خود او تا آخرین روز زندگی مشروب رو میخورد، ولی به دلیل خلاصه که آخوندها خلاصه راضی باشند دستور خمره شکنی داد. بعد داستان دادن مناسب هست به نفرات قدرتمند و نیز اینکه خلاصه شورش ها رو سرکوب بکنه. شورش هاشو من خلاصه جداگانه بررسی خواهم کرد، ولی مهمترین چیز که من تأکید دارم که این خلاصه تکخال دوره صفوی در کشتار که واقعا نمونه نداره، من تأکید میکنم این رو توجه بکنید که آخوندها بودند، امثال میردامادها. بعد من آخوندهای دوره صفوی رو اشاره بیشتری خواهم کرد که تایید کردند. براشون مهم نبود کی در حکومت میکنه. اگر حکومت کنونی ایران شاهدید که میکشند و میزنند و میبندند، ادامه همون بند و بساطه، یعنی تجربه قبلیش هست. شما نگاه بکنید، دو تا عموی کور داشت این شاه صفی، همون کسانی که شاه عباس، پسرهای شاه عباس که کور کرده بودن. او دستور داد چینا چون کورن دیگه وجودشون بیفاید است، بکشیدشون. هر دو رو کشتن، یعنی کار پدر بزرگ رو تکمیل کرد. یکی دو سال بعد از اینکه بر تخت سلطنت نشست، هر کسی رو که فکر میکرد که مزاحمش و سوءظن اندکی پیدا میکرد دستور قتلش رو صادر میکرد. در زمان جانشینی شاه صفی، عمه او زبیده بیگم سه تا پسر داشت که به مخالفت با جانشینی شاه صفی پرداختند. و این زبیده بیگم اواخر حکومت شاه عباس پسر بزرگ خودش رو نامزد سلطنت کرد که مخالفت کردن با اون. شاه صفی این رو متهم کرد عمش رو که میخواد اون رو مسموم بکنه، و نهایتا در سال 1632 میلادی زبیده بیگم شوهرش عیسی خان قرشی بافی و تمام فرزندانش به دستور شاه صفی گردن زده شدند. در همین سال حیدر سلطان حصارلو روملو و چهار پسر سلطان علمای آملی، کسی که کمک کرده بود این بابا به سلطنت برسه،
و یک یا دو پسر میرزا محسن رضوی متولی باشی مشهد مقدس، یک پسر میرزا رضی صدر و دو یا سه پسر میرزا رفیع که از نبیرهای شاه عباس بودند، همگی به امر شاه صفی کور شدند. باز توجه بکنید که اینها مورد تایید آخوندهای زمان امثال میرداماد بودند. چهار پسر حسن خان استاجدو که از نوادگان شاه تماس به یکم بودند در شهر قم و صابه به قدر رسیدند. تخت خان استاجدو، میر محمد طاهر وزیر عیسی خان، چراغ خان قورچی بافی، سنجر میرزا و پسرش، همچنین پسر شاه ظهیرالدین علی که از نوادگان شاه اسماعیل دوم بود کور شدند. سلطان حسین خان پسر علی قلی میرزا شاملو که از نبیرهای دختری شاه اسماعیل دوم بود به قدر رسید. از غلامان گرجی و چرکسی یا شرکسی تعداد زیادی به قدر رسیدند. یوسف آقا و جمع کسی از نزدیکان و یاران به گردن زده شدند. شاه صفی تنها برادر خود سلطان سلیمان میرزا، عموهای خود و حتی نجف قلی میرزا، پسر امام قلی میرزا را نیز به قتل رساند. بر اساس نظر دیوید بلو، توطئه دادگاه 1632 که ریشه‌اش از حرمسرا و از اقلیتی از زنان ضد حکومت شاه صفی بودند نشأت می‌گرفت و شاه صفی دستور داد 40 نفر از زنان حرم را زنده به گور کردند، گوداری کندند و خاک ریختند روشون. دخترهای شاه عباس نیز عاقبتی بهتر از پسران شاه و دایی‌هایشان نداشتند. اکثر نوه‌های دختری شاه عباس توسط پسر دایی خود شاه صفی کور شدند. ببینید، من باز هم تاکید می‌کنم، توجه بکنید کنار این شاه چه کسانی ایستادند. ازشون نام نمی‌برند. آخوندهای گردن کلوف، علما، هم بر تخت نشاندند هم حمایت کردند. نمونه های کشت و کشتارهای شاه صفی اینقدر زیاده که واقعا مو بر بدن انسان راست میکنه آدم وقتی میخواند که چه بر سر مخالفان آورد. واقعا نمیشه. مثلا در سال 1042 هجری قمری، 1632 میلادی، حاکم قم به حکم شخصی خود بدون اینکه به شاه صفی بنویسد عوارض مختصری به سبدهای میوهی که وارد شهر میشد بسته بود. هنگامی که خبر به شاه رسید به قدری متغیر شد که دستور داد حاکم را با زنجیر به اصفهان بردند. پسر این حاکم از محارم شاه بود و توتون و چپق مخصوص به شاه میداد. شاه صفی حکم کرد تا پسر سبیلهای پدرش را بکند، بعد پسر بینی او را ببرد، بعد گوشها و چشمها و دست آخر سر او را از تنش جدا کرد. پسر به دستور شاه صفی سر پدر. بعد از این کار شاه صفی پسر را به جای پدر حاکم قم کرد و پیرمرد عاقلی را به نیابت او مقرر داشت و او را با حکمی بدین مضمون به قم فرستاد. حکم شاه صفی: اگر تو از آن سگ که به درک رفت بهتر حکومت نکنی، تو را به سخت‌ترین شکنجه خواهم کشت. این یک نمونه است. نمونه زنده به گور رو نه تنها مورخین ایرانی بلکه یوهان دیوید زونرن تاکید کرده. عکس‌های زیادی، تابلوهای زیادی در زمان باقی مونده که جوانی در حال قد کردن بینی پدرش است و شاه صفی توی یک تصویر دیگه است که سر بریده شده رو دست گرفته و داره سرهای بریده رو به عمه خودش نشون میده و در سختگیری گفتم که ده ها مورد هست. این نمونه هایی هست که در هنگام شکار مثلا اگر کسی ناگهانی سر راش قرار میگیره اون رو میکش و از این اون چیز ها که یکی دوتا نیست و اینها کشتارهای شخصی شاه صفی است. حال کشتارهای جمعی را اگه ما بریم سر شورش ها که واقعا شگفت‌آوره. ولی این آدم، گفتم اگر بخوایم فقط در مورد کشتارهاش صحبت بکنیم و سر بریدنش، جدا دل به درد میاد و باعث آزار شما خواهم شد. بنابراین میگذارم و اگر خواستید خودتون مراجعه بکنید زیر تیتر کشتارها و جنایات شاه صفی و خواهید دید که چه خبر بوده. باز هم از او صحبت خواهم کرد، به خصوص در رابطه با
همراهی علما با این شاه و نیز سایر شاهان صفوی. ولی این پس از 10-15 سال که در موج خون و کشتار سپری کرد، در نوروز روز پنجشنبه 12 ذی‌الحجه 1051 رفت که برود به خراسان و وارد کاشان شدند. از اصفهان رفتن به کاشان، بیمار شد، تب کرد و سرانجام مرد و جسد او را به قم بردند و در حرم فاطمه معصومه کنار خواهر امام رضا دفنش کردند در رواق جنوبی حرم. و جالب، صاحب تبریزی شاعر خوب ما که در اون زمان میزیست، مهم نبود برش که چی کار کرده، کرد در کاشان سفر از عالم آن کوه وقار، گشت آه از ذی‌الحق تاریخ آن عالی تبار. ذی‌الحق چون بود سال شاهیش سال رحیل، گشت آه از ذی‌الحق تاریخ آن عالی تبار. ایشون عالی تبار بوده، کوه وقار بوده، از زمان صاحب تبریزی که از شاعران نامدار ماست. حال برید در قم و صندوق خاتمکاری مقبرش رو ببینید، القابی که بود دادند و آیات قرآنی که نوشتند. میگن که من جمله والی اصفهانی می نویسد که ارکان دولت بعد از تجهیز و تکفین نعش را به رسم آیین سلاطین بر دوش کشید، گریان و نالان به دارالمؤمنین قم روانه گردانیدند و در جوار مزار فایض الانوار مدفون نمودند معصومه. بعد میگن که او هم مثل شاه عباس دستور داده بود که چندین گور براش آماده بکنند، چون که خیلی جنایت کرده بود میترسید که بی احترامی بکنند. و به همین دلیل ولی قلی خان شاملو مؤلف کتاب قصص خاقانی می نویسد در باب تعیین محل دفن آن پادشاه، عمرای ایران به ساعت کنکاش گستردند، رای ها بر این قرار گرفت که چند نعش نقل به اماکن مشرفه نمایند و فردای آن روز 3 نعش را تجهیز نموده، یکی را به سمت نجف اشرف، یکی را به جانب مشهد و دیگری را به جانب دارالمؤمنین قم فرستادند، ولی ظاهرا در قم مدفون شده است. شاردم نیز می نویسد که شاه صفی در قم مدفون شد و 80% از بودجه کل عواید آستانه قم به مصرف این آرامگاه، یعنی شاه عباس دوم و شاه صفی می رسد. و همزمان 2 گروه قاری قرآن 24 ساعته بر گور این دو پادشاه تلاوت قرآن می نمایند. می بینیم که خلاصه اسلام عزیز و آخوند گرامی با شاه صفی هم در دوره زندگی و هم در دوره مرگ خلاصه همراه بودند. من تأکید می کنم که باید رفت و زندگی شاه صفی رو دقیق خوند. در کنار شاه صفی باید رفت و سرگذشت ملایان رو خوند. همزمان با او باید رفت کارکردهای مذهبی و شیعی و اسلامی شاه صفی رو در خلاصه عصر او دید، که این پادشاهی که مثل آب خوردن آدم میکشت ولی کلی مسجد ساخت، حتی مساجدی که از زمان شاه عباس بر جا بود بازسازی کرد، شبستان مسجد آقا نور که از مساجد زیباست، زمان شاه صفی خلاصه دوباره بازسازی شد، آینه خانه در زمان شاه صفی بنا شد و شاه صفی دستور داد در تمام شهرستان ها به خصوص توبه دیدریه و باقفین مساجدی بسازند برای
مؤمنین که در اونجا نماز بخونن. مسجد شاه که در زمان شاه عباس ساخته شده بود، در زمان شاه صفی بازسازی شد، کتیبه های زیادی به اون اضافه شد که باقی است، و انبوهی از این کارها. یعنی ایشون در عین کشتار مسجد سازیش تعطیل نشد، همراهیش با علمای شیعه تعطیل نشد. و جالب اینه که شما اگر که دقت بکنید، در زمان شاه صفی حتی زن خودش کشته شد، عمه خودش رو کشت، تمام فامیل خودش رو، ده ها نفر رو، شاید بیش از 100 نفر رو دستور سربریدن داد، ولی امثال میرداماد ها به سلامت زندگی کردند و به عمر طبیعی مردند. این نشان دهنده چیست؟ شاهی که در سال سوم پادشاهی تمام شاهزادگان صفوی رو از برادر و عمو و عموزاده و نوادگان دختری شاه عباس همه رو کور کرد و کشت، بزرگترین امیران خودش رو، امثال عیسی خان قورچی باشی رو که سپه سالاری شجاع بود، با سه پسرش هر چهار سر برید. و جرم اینها این بود که از جانب پدر با دودمان صفوی نسبت داشتن و نسبشون به جد صفوی میرسید و خطرناک بود برای اونها. زنان حرم رو کشت، زنده به گور کرد، حتی دوشیزگان حرم رو، دخترکان 14-15 ساله رو. شما نگاه بکنید درباره کشتن ملکه مادر، مادر ولی از زن شاه صفی نوشتن که رفت در اصفهان در جلفا به خانه کلانتر ارامنه و چندان شراب نوشید که از مستی سر از پای نمی شناخت. در همان حال به حرم خانه آمد و ملکه را که زنی گرجی و مادر یگان پسرش بود احضار کرد. ملکه چون خبر یافت که شاه مست است، در آمدن تحمل نمود. شاه نیز از شدت مستی به خواب رفت، ولی پس از لحظه‌ای بیدار شد و چون ملکه را ندید خشمگین گشت و بازو را طلب کرد. خواجگان به اتاق ملکه رفتند و به او خبر دادند که شاه در انتظار وی. و ملکه به شتاب نزد شاه رفت و چون دید که اون از نیامدنش متغیر است، دوباره به خواب رفته است، به اتاق کوچکی که پهلوی اتاق شاه بود و معمولا بسترهای سلطنتی را آنجا روی هم می‌گذاشتند رفت و در پس پرده نشست. شاه همین که باز بیدار شد و ملکه را ندید، با تغییر پرسید که چرا نیامده است. مادرش که کنیزی گرجی بود و با عروس خود به علت آن که به دو بی‌اعتنایی می‌کرد دشمنی داشت، گفت که ملکه در پس پرده اتاق مجاور پنهان شده است. شاه با غضب برخاست و به پشت پرده دوید و با خنجر خیز چند ضربت بر شکم آن زن بی‌گناه زد و بیان که از این کار ناپسند متأثر گردد، به جای خود بازگشت و دوباره به خواب رفت. صبح روز دیگر که از خواب برخاست، دانست که زن عزیز و بیچاره خود را در مستی کشته است. ناراحت شد، دستور منع شرابخوری رو صادر کرد، میخانه ها رو بستن، ولی شاه دوباره توبه شکست. و جالب اینه که یکی از بزرگان که من بعد اشاره خواهم کرد، دستور حلال بودن شراب رو، چون شاه چون اینقدر مشروب میخورد که نماز نمیتونست بخونه، این آخوند اومد دستور این رو داد که آقا شراب با مستی میشه نماز خون. وقتی اعتراض کردن گفت میخوام شاه رو به ایمان بکشونم. ببینید، من این سوال رو میذارم روی میز بهش فکر بکنید. آخوندها در این زمان چه میکردند؟ معماران هویت جعلی کنونی ما، کدومشون رو شاه کشت؟ جلادترین شاه خاندان صفوی و شاید یکی از جلادان تاریخ ایران در میان شاهان، زندگیشون میکردند. سفره افتاده بود از هست و نیست ملت ایران که همزمان چپاول میشد. بنابراین آخوند در حالی که همه جا قتل عام رواج داشت، ولی اینها مشکلی نداشتند. به این فکر کنیم. در برنامه‌های بعد من بیشتر در این مورد توضیح خواهم داد و سرانجام در پایان خواهیم رسید به اینکه هویت ملی ما جمع و جور چیست و چه باید بکنیم. بنابراین تا درودی دیگر با همه شما عزیزان، بدرود میگویم. شاد و پیروز و پر امید باشید. آینده از آن
امروزیان و آیندگان است و این بساط مطمئن چه ما باشیم چه نباشیم جمع خواهد شد. با درود مجدد.